ادامه میدیم برنامه رو. برنامه رأی ایران سرنگونی در این قسمت من اطلاع میدن که خانم زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق با ما همراه هستند و عضو شورای ملی محمد. خانم هاشمی سلام میکنیم به شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی تشکر هم میکنیم از شما. اگه کسی ما رو دارید. بله، منم به شما سلام میکنم، همچنین به همه بینندگان عزیز، و استفاده میکنم از این فرصت درود میفرستم به مردم ایران که اراده کردند با نه بزرگشون به کل این حاکمیت امروز نشون دادن، اراده کردند و نشون میده که این موضوعی که این کل رژیم رو نمیخوان با این شعار اصولگرا اصلاح طلب تموم ماجرا امروز خودشو نشون داد. همچنین من الان گزارش ها رو می دیدم از خبرنگارای سیمای آزادی، واقعا دستشون درد نکنه، و باز هم درود می فرستم به همه کسانی که در این مدت عکس های این ویسی جلاد و آتیش زدن و کانون های شورشی که واقعا در نشون دادن چهره جلادی رئیسی و همینطور بقیه کل نظام این دوره به صورت واقعا شبان روزی فعالیت کردن دستشون درد نکنه. همینطور دست سیمای آزادی که واقعا همینطوری برنامه هاشون رو در رابطه با انعکاس رأی های مردم، انعکاس نظرات مردم بیان کردن، و مرسی اینکه این فرصت رو به من دادید. خب خانم هاشمی، همونطور که شاهد بودید این برنامه ممکنه که هر لحظه به دلیل فیلم هایی که میرسه ما مجبور بشیم گفتگو با شما رو قطع کنیم، ولی به هر حال چون میخوایم این فضا رو از داخل ایران همواره داشته باشیم که ببینیم در شهرها چطور، یعنی مردم همین اشاره رأیشون به این نظام چی هستش. اما به هر حال ما گفتگو رو آغاز میکنیم. در ابتدا می‌خواستم بدونم که نظر شما راجع به همین نمایش انتخاباتی که الان رژیم این دور داره برگزار میکنه چی هست، و به نظر شما این چه بازتابهایی خواهد داشت در داخل یا خارج کشور؟ ببینید، این که سیرک انتخاباتی هستش، یعنی یک نمایش هستش، خب این که طی این همه انتخاباتی که تا الان گذاشتن به عنوان یک سیرک همه میدونن دیگه، یعنی خود کارشناسای حکومتی هم بهش اشاره کردن، ولی ویژگی هایی که این دوره هستش این دو قطبی شدنش هستش. ما یک قطب داریم، قطبی هستش که نه بزرگ گفتن و به کل حکومت، و قطب دیگه در حقیقت حکومت هستش، و این وسط یک قطب دیگه نیست. البته بگذاریم که عده‌ای که همچنان آویزون هستن به این حکومت یه قطبی بر خودشون درست کردن، میخوان اینطوری به مردم اشاره بکنن که دو قطبی هستش، یعنی یک قطب مثلا رئیسی هستش، یک قطب همتی، پس بیاین به وارد به اصطلاح این شعبده بازی بشه. این اصلا معنی نداره. دو قطب الان داره خودش نشون میده، یک قطب مردم هستن که تحریم کامل کردن، و یه قطب حکومتی هستش که این دولت دلیلی که الان میگم. ببینید، اینا که ما میدونیم آمارهای سفارشی این روزها جریان داره، رأی های سفارشی جریان داره، و همه میدونن که از صندوق کی در میاد، یعنی مهندسی شده این دولت. ولی چرا واقعا احتیاج داره این رژیم که بگه که مردم بیایید؟ ببین، خامنه ای اشاره کرده این که وقتی که شما نمیایین یعنی با نظام فاصله میگیرین. این دقیقا حرفش درسته، مردم از نظام فاصله گرفتند، و وزیر اطلاعات هم میگه که وقتی که شما رأی میدین یا دقیقا به امنیت نظام کمک میکنین. ببینید، هر کسی که شرکت میکنه الان در این مثلا شعبده بازی انتخاباتی که اینا دارن، یعنی یک بیعت با خامنه ای هستش و اجرای اوامر اون. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که برای امنیت نظام شما شرکت بکنید. اینا میخوان در مناسبات بین المللی اینو بکشن، همونطوری که ظریف بارها این مالکش نظام در مناسبات بین المللی استفاده کرد. و از طرف دیگه خامنه ای میخواد بگه که کسایی که در اینجا شرکت نکردن تو اینجا با نظام فاصله گرفتن، یعنی ضد نظام هستن، در نتیجه راه و هموار بکنه برای سرکوب های بعدی. به همین معنا فکر میکنم که کسی که واقعا در این دو قطب انتخاب خودش رو بذاره روی کیست، که من میگم مردم انتخابشون رو کردن، و کسایی که شرکت میکنن
در اینجای که منافع دارن یا جز راندخارها هستن که منافعی دارن که پشتش میخوان این نظام حفظ بشه. به این معنا میخوام بگم همونطور که گزارشگر سیمای آزادی داره نشون میده این صحنه که هستش، این صحنه در نتیجه چیه؟ این یعنی اینکه قطب مردم نشون میده، یعنی اینکه مردم نشون میدن که نه بزرگ بین حکومت بود. بله اتفاقا همین الان هم باز دوباره اطلاع میدن که باز فیلم هایی داریم از همین خبرنگاران سیمای آزادی که اگه اجازه بدید قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم این فیلم ها رو هم ببینیم از همین نه بزرگ مردم ایران. شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای می‌خواست یک انتخابات تک قطبی برگزار کنه، خودش هم فکر می‌کرد همه کاراشو کرده با شورای نگهبانش و با همین اون حذفی‌ها فکر می‌کرد انتخابات تک قطبی داره، ولی شما خیلی قشنگ الان اشاره کردید که خبر نداشت که یه دو قطبی بزرگتری رو ایجاد کرد، دو قطبی نظام و ضد نظام که امروز توی این صحنه داریم صحنه‌اش رو می‌بینیم. به هر حال ولی شما یه اشاره کردید یه قطبی هست اون وسط که می‌خواد برای این رژیم تبلیغ کنه از همون باند مغلوب رژیم. نظر شما در مورد اقدامات اونها چیه؟ اونایی که هنوز هم می‌خوان برای نمایش انتخابات بازارگرمی کنن؟ قبل از اینکه جواب بدم فکر میکنم امروز آمار کرونا، مرگ و میر کرونا در ایران بسیار پایین باشه دیگه، نشونه چیزی که رعایت شده امروز همین موضوع مسئله چیزه کروناست. ببینید در مورد این همونطور که گفتم به تمامی کسایی که به هر حال توی اون هفت نفری که از این لیست شورای نگهبان اومدن بیرون، ببینید شورای نگهبان 6 تا قوه قضاییه به اصطلاح تعیین میکنه، 6 تاش هم دست ولی فقیه، 7 تا رأی به کسایی که بخوان از این به اصطلاح احراز صلاحیت بشن احتیاج. حالا میتونید تصور کنید به هر حال همه این چیزا رو ما دیدیم، مناظره دیدیم، همشون اینا طوری حرف زدن که انگاری که مثلا از کره مریخ اومدن و هیچ خبر ندارن و همه میخوان تغییر و تحول ایجاد بکنن. خب ببینید این موضوعایی که گفتن اینا در حقیقت ما که همه میدونیم که همشون هم گفتن مهندسی شده، یعنی معلومه کی در میخواد بیاد، سرمایه گذاری کرده روی رئیسی جلاد و در حقیقت میتونیم ببینیم که کسایی که توی نماینده‌های مجلس ارتجاع که قبل از اینکه اعلام بشه خواستن که اون بیاد و خلاصه بساط شعبه دوازی که راه انداختن معلومه اینا. بعد میرسیم به همینطوری صحبت‌های مناظره فلان این چیزا، اینا یه شکلی میخوان به اصطلاح درست بکنن که در حقیقت در سپهر سیاسی ایران دو قطبی که جریان داره و پیش میبره مسائل ایرانو در بین حکومت هستن، چون الان قطبی که میخوان ایجاد بکنن میگن همتی رئیسی. همتی در حقیقت کپی دوره‌ای مثل روحانی هستش، روحانی که قدرتش از این همتی بالاتر بود چه گلی کاشت که حالا همتی میخواد بکاره، همتی که خیلی مهره ضعیف‌تری هستش، بعد همتی که کارهایی که در رابطه مسئله بورس انجام شد، دلاری که 4000 خورده بود رسود به 22 و 20، این همه محصول اینه، یعنی محصول این دوره هستش. ولی یه چیزی اینا هست میگن که تهدید میکنن مردمو، میگه که فکر کنین که بین سال 88 و 92 چه اتفاقی افتاد. خب چه اتفاقی افتاد؟ احمدی نژاد بود دیگه، دوره احمدی نژاد، مثل اون نشه، پس بیاین نجات بدیم ایرانو. یعنی این که انگاری که از 92 تا الان خیلی گل و بهشت و همه چی بوده، این همه ما اعدام تو این همه سالها داشتیم، همین در دوره خاتمی کی دانشجو رو سرکوب کرد؟ در دوره روحانی چقدر ما اینهایی که این حرفا رو میزنن اصلا چشم گوششون رو بر این آمارها بستن، چون حفظ نظام براشون مثلا کسی که وارد دو قطبی رژیم میشه، یعنی قطبها رو نه در رابطه با مردم با حکومت بلکه دو قطب داخل رژیم میبینه، در حقیقت منافعش در حفظ نظام هستش معنی میده. به همین خاطر این دو قطبی ساختگیه، هیچ فرقی نمیکنه بین همتی از نظری که بتونه حکومت نجات بده و بین رئیسی. چرا؟ به خاطر اینکه ببین همتی گفته من اگر بیام معاون اول یا وزیر به اصطلاح روابط خارجی اون میکنم چیز محمد جواد ظریف. آخه این چه تیپ شارلاتانی میتونه باشه؟ مگه خود چیز محمد جواد ظریف نگفتش که تصمیم از کجا میاد؟ اشاره به میدان کرد و اینا. مگه خود خامنه‌ای بعد از صحبت ظریف نیومد
حسابی تحقیرش کرد که این وزارت خارجه نیستش که تصمیم گیرنده استش. پس ببین شارلاتان بازی که اینا دارن میکنن از قبل نخنما شده، فقط برای اینکه میخوان در برابر قطب مردمی وایستن و مردم رو وارد بکنن. در زمینه بگم همه اینا همونطور که الان حرف از آبان میزنن، بلی هیچ کدومشون نگفتن محکوم کنن که چرا کشتیم، میگن چرا قیمت رو بردیم بالا. حالا قیمت رو بردیم بالا ولی چرا مردم رو کشتیم؟ هیچ کدومشون به این محکوم نکردن اشاره. برای همین اینا میخوان زمین سازی بکنن در بعد هر اتفاقی که میفته مردم رو بخوان سرکوب بکنن. خانم میر هاشمی، شما اشاره کردید به قطبی که میخواد به صلاح یک دو قطبی کاذب رو به وجود بیاره. در مورد این همتی نکته که باز به نظر من خانم رسید این که این خودش هم اصلا انتظار نداره که رئیس جمهور بشه. این توی مناظره که نگاه میکردی اصلا همچین چیزی خودش نمیدید. شما استدلال خیلی جالبی گفتید، گفتید روحانی که بزرگتر از این بود تو همین خط فکر هیچ کاری که نکرد این بلاها و این فاجعه در ایران به وجود آورد. حالا دیگه این میخواد مثلا چیکار بکنه؟ شما به حال اگه باز نکته از حرفاتون باقی مونده به عنوان جنبندی گفتگوتون بفرمایید. ببینید توی اون کوتوله هایی که اون هفتا کوتوله، این از همه کوتوله تره اگه حساب بکنید. یک کمی بقیه بالاخره به تو کمیته مرگ بودن نمیدونم فلان، این خیلی کوتوله بوده، توی پول بوده میدونید. در ضمن این در دوره جوانی توی تلویزیون صدا سیمای ارتجا نقش داشته تمام این مدت اینا، ولی خب کوتوله است نسبت به چیزش بگیرید. در نتیجه اصلا نه در قد و قامتش هست بتونه تغییر و تحول ایجاد کنه. ولی ببینید یک مسئله هستش، اینکه سرنوشت مردم ایران در کجا تعیین میشه. عده مزدور که واقعا منافع دارن و میخوان رژیم حفظ کنن، میخوان بگن که سرنوشت مردم در صندوق‌های رأی تعیین میشه. 42 سال مردم رو به این گول زدن و مردم نشون دادن، اگر در صورتی که جمهوری اسلامی که اینا مطرح میکنن که الان یه عده‌ای بر دفاع از جمهور میگن بیاین به این رأی بدین، این واقعا یه شارلاتان بازیه. چون از تمام انتخابات این رژیم در حقیقت مهندسی شده بوده و به مرور که میاد مثل دیکتاتورهای دیگه هی فرزندهای خودشون و نزدیکاشون رو حذف میکنن. جمهور از همون ابتدایی که رفراندوم رو گذاشت در فروردین و آریانه به یک بسته که برای خوش درست کرد به نام جمهور اسلامی، اونجا جمهوریش رفته. در نتیجه بهانه است و سرنوشت مردم ایران در کف خیابون در ستیز با این حکومت معنا پیدا میکنه. امروزی که ماش میبینیم که حتی صدای مردم از مرزهای ایران گذشته و همونطور که شما اشاره کردید در مطبوعات رسانه های علارغم سیاست مماشات هایی که وجود داره دارن واقعیت جامعه ایران و بخشیشو میگن که مردم به این رژیم نگفتن، یعنی تحریم انتخابات. سیاستی که یعنی وضعیتی که امروز هستش هموار میکنه هرچه بیشتر راه سرنگونی رو به این معنا هستش که بسته شد، یعنی این که اکثریت مطلق مردم ایران به این رسیدن که سرنوشتشون تغییر و تحول در ایران، توسعه پایدار، رسیدن به دموکراسی، رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک از صندوق‌های رأی ارتجاع حاصل نمیشه و در ستیز با این حکومت هستش که میتونن ایرانو از دست این ارتجاع نجات بدن و بر سرنوشت خودشون حکومت بکنن. بله، خیلی ممنون از شما خانم میر هاشمی و این توضیحاتی که الان دادید و همچون که اشاره کردید الان دیگه مردم ایران دارن هم رأیشون تو این تصاویری که این همین امروز داریم میبینیم و هم در روزهای گذشته در بسیاری از کلیپ‌هایی که علناً میومدن توی صحنه و میگفتن همین که شما گفتید مخالفتشون رو با این حکومت و این نمایش انتخابات اعلام کردن. مادران شهدای قیام، خیلی از مردم کوچه و خیابون، کارگران و خلاصه حتی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراین اینا. بنابراین اگر کسی هنوز داره مردم رو به انتخابات دعوت میکنه، خودش رو در مقابل این مردم داره قرار میده و خب تاریخ قضاوت خواهد کرد و نتیجهش هم پیشاپیش روشن. خیلی ممنون از شما از توضیحاتی که دادید و در این گفتگو شرکت کردید و فرصت به ما دادید. خیلی ممنون. همینطور که اشاره کردید در تو با شهدا اینا،
واقعا یاد شهدای آبان و قتل عام زندانیان سیاسی که از سال 67 اعدام شدن، همه اینها جاشون خالیه این صحنه رو ببینن که چه شکست فضاحتباری این رژیم خورده. واقعا دستتون درد نکنه، میدونم که روز سختی رو در پیش دارید، همطور گزارشگرای عزیزی که در اونجا هستن، ما دنبال میکنیم برنامه رو. مرسی واقعا که این فرصت رو ممنون از شما، ولی به هر حال با وجود این گزارش کردن خیلی شیرین خواهد شد امروز و همه سختی رو کنار میده. خب بینندگان عزیز، برنامه رأی ایران سرنگونی رو ادامه میدیم.